بعد از سیستم حرکتی میپردازیم به بدنه دستگاه. بدنه دستگاه هم فاکتور مهمیه برای ما. انواع بدنه‌هایی که دستگاه FT میتونن داشته باشن، یه دونه ورق فلزیه، یه دونه پلکسیه و یه دونه پروفیل مهندسی. هر کدوم اینها یه سری معایب دارن، یه سری مزایا دارن. ورق فلزی عیبش اینه که خب وزن بالاتری داره نسبت به مثلا پلکسی و پروفیل مهندسی. و این وزن بالاتر طبیعتاً حمل و نقل رو خیلی سخت میکنه برای ما، نمیتونیم مثلا دستگاه رو دستمون بگیریم حرکت بکنیم. ولی از یه طرف میتونه یه عیب بزرگ هم برامون داشته باشه و اون اینه که لرزش دستگاه خیلی کمتر بشه و این خوبه برای ما که لرزش دستگاهمون کم بشه، دقت رو میبره برامون بالاتر. پلکسی دقیقاً عکس ورق فلزی قرار داره، یعنی وزنش خیلی کمتره ولی خب علاوه لرزشی یکم از ورق فلزی لرزش بیشتری داره دستگاه. ولی این اصلا به این معنی نیست که پلکسی اصلا استفاده نشه، چرا که تو دنیا پرینترهای زیادی از جنس پلکسی دارن تولید میشن و کاربردهای خاص خودشونو دارن. ولی شما اگه مد نظرتون اینه که یه پرینتر با وزن خیلی کم بگیرین که بتونید خیلی راحت حملش بکنی، طبیعتاً پلکسی از ورق فلزی خیلی بهتره. و مورد آخر هم پروفیل مهندسیه که یه جور بین این دو تا قرار داره، ولی بسته اون تخیلی که پروفیلمون میتونه داشته باشه. و معمولا همزمانی که خودمون میخوام یه پرینتر رو بسازیم، مثلا این پروفیل مهندسی رو استفاده میکنیم. کیت هایی که میخرید معمولا پروفیل مهندسی داخلش داره. برای حمل و نقل و اینا بازم پلکسی بهتر از پروفیل مهندسی، چون پروفیل مهندسی خیلی چارچوب مشخصی بهمون نمیده، اینجور حالاته دار بستوره. ولی بازم بسته به کاربرد، اگه قرار باشه پرینترمون ثابت باشه یه جا فقط ازش مثلا کاربرد مالی بخوایم داشته باشیم، بطورتان ورق فلزی از بقیه خیلی بهتره. این نکته مد نظرتون باشه. این هم در مورد بدنه های دستگاه. جزء آخری از دستگاه که میخوایم بررسی بکنیم سیستم الکتریکی دستگاه. در مورد سیستم الکتریکی این نکته مد نظرتون باشه که از آردوینو استفاده میشه برای کنترل دستگاه، ولی ما لاب به اون قسمتش خیلی کاری نداریم. اون چیزی که در نهایت ما قراره باهاش سر و کار داشته باشیم اون مانیتوریه که اینجا داریم میبینیم. حالا بریم ببینیم به این سیستم الکتریکی دستگاهمون چه مواردی وصله، که کار با دستگاه و مانیتور اینا شو که کلا روز عملی و ما بقیه پارامترهایی هم که مد نظرمون هست برای طراحی روز نرم افزار اسلایسر بررسیش میکنیم. اما بریم ببینیم این برد دستگاهمون چه مواردی وصله. اول از همه چهار تا استپر موتور داریم میبینیم اینجا که اشاره کردم قبلا. این سه تا برای جهت X, Y و Z و این یه دونه هم برای استپر موتور اکستروژر که فیلامنت رو به سمت نازل میده. این شده از استپر موتور. یه منبع تغذیه داریم که معمولا 12 ولت و 30 آمپره و دی سی هم هستش. یه دونه بستر چاپ داریم که این بستر چاپ گرم شونده است. توی بعد از این که سیستم الکتریکی بگم میخوام بریم مثل عیوب رایج توی FTM رو بررسی بکنیم و راههای مبارزه باهاش رو هم راههای مقابله باهاش رو هم بگیم. این بستر چاپ اونجا بهتون میگم چرا باید بستر چاپمون گرم بشه. طبیعتا این بستر چاپ وقتی گرم شونده باشه یه دونه ترمیستور هم باید کنارش باشه که دماش رو بخونه. یه دونه فن داریم که بهتر بود دو تا میذاشت فن رو، چون دستگاه دو تا فن داره، یه دونه به سمت قطعه میتابه و یه دونه به سمت هیت سینک. بعد یه دونه اکستروژر داریم که یه دونه هیتر بهش وصله و یه دونه ترمیستور هم باید کنارش قرار داشته باشه که بیاد و دما رو بخونه. سه تا مورد خیلی مهم دیگه داریم که سنسورهای هوم دستگاه هستن. ما زمانی که پرینترمون میخواد شروع به کار بکنه، باید حرکتمون توی یک محدوده انجام بشه دیگه. و دستگاه برای اینکه صفر مختصاتی خودش رو پیدا بکنه، میره و به سه تا سنسور توی جهت ایکس، ایگر و زد برخورد میکنه تا اون جهات رو هوم بکنه و صفر خودش رو تشخیص بده. که حالا این سنسوره مثلا یه حالتش میتونه سنسورهای تاچ باشه، یه حالتی میتونه سنسورهای القایی باشه، یا مثلا سنسورهای اپتیکی. ولی دستگاهی که ما خودمون داریم سنسورش از نوع تاچن. یعنی تو جهت ایکس، ایگر و زد میره گوشه اکسترودرمون به سمت گوشه دستگاه حرکت میکنه، بدمون هم میاد بالاتر و صفر دستگاه رو انتخاب میکنه. بعد حالا با توجه به ابعاد دستگاهی که ما توی نرم افزار اسلایسر به در واقع قطعه دادیم، به در واقع پرینتر دادیم،
میاد حرکت رو ماکسیموم تا اون ابعاد ادامه میده و از اون بیشتر ادامه نمیده، برای همین فقط 3 تا سنسور داریم. و در نهایت هم یه دونه مانیتور داریم که میاد و پارامترهای پرینت رو بهمون نشون میده، مثلا دمای پرینتمون چقدر، اگه بخوایم پرینت بکنیم، فیلامنت رو لود آنلود بکنیم. خیلی کار زیادی نمی‌کنیم روی دستگاه غیر از حالا اپراتوری ساده دستگاه. اون چیزی که خیلی شما رو میتونه متمایز بکنه نسبت به یه اپراتور معمولی، اون کاریه که روی نرم افزار اسلایسر میتونین انجام بدین تا حالا مثلا یه سری عیوب رو بتونین اونجا برطرف بکنین. بچه‌ها این کلیت اجزای دستگاه FDM. اون کاری که ما تو این جلسه داشتیم چی بود؟ ابتدا اومدیم FTM رو در واقع شماتیکش رو دیدیم که به چه صورت کار میکنه. بعدش قبل از این البته یه نکته داشتیم که کلیت روش های شاپ استفاده به چه صورت بود، که همون طراحی و اسلایس و پرینت. بعد اومدیم شماتیک FTM رو نشون دادیم، انواع مختصات های حرکتیش رو نشون دادیم. بعد اومدیم اجزای FTM رو بررسی کردیم که شامل اکسترودر بود، سیستم های انتقال قدرت، سیستم حرکتی، بدنه و سیستم الکتریکی. که اکسترودر که گفتیم مهمترین بخش اجزا بخش دستگاه FDM هست رو خیلی ویژه تر بررسی کردیم و اجزایش رو در واقع گفتیم که مثلا میتونه هاتن داشته باشه، کولد اند داشته باشه، ولی هاتنده نازل داره، نازل انواعی داره و موارد این چنینی. بعد سیستم انتقال قدرت رو گفتیم، سیستم های حرکتی رو گفتیم و بدنه و انتقام سیستم های الکتریکی. این کلیت اجزایی بود که در مورد FDM میخواستیم بررسی بکنیم.